سلام، بعد از ظهرتون بخیر. به نام خدا، ارائه من در ارتباط با یک نگاه گذرا در حد آشنایی خیلی کوتاه با نرم افزارهای آزاد، شاید برای خیلی از شما که الان اینجا هستین حالا بار اولتون باشه، شاید اصلا با عبارت نرم افزار آزاد برخورد کرده باشین، خیلی کنجکاو باشین که بدون اصلا یعنی چی. یعنی شاید خوب باشه که متوجه بشین که این تصوری که داشتین درست بوده از نرم افزار آزاد، یعنی که حالا تفاوتهایی داشته. مطالبی که من میخوام اینجا راجبش صحبت کنم در ارتباط با خود واژه آزاد هستش، که چه تفاوتی با واژه رایگان داره، تعریف نرم افزار آزاد، شرایطش و یه سری مؤسساتی که حمایت میکنن نرم افزارهای آزاد و دستبندیشون و تفاوتش با نرم افزارهای متن‌باز و سایر نرم افزارها. خب قبلش مقدمه بگم، کلا واژه آزادی الان خیلی سالهای ساله که اصلا یعنی سر زبون هاست و همه به دنبال آزادی هستن در همه زمینه ها. الان هم که هر روز بیشتر از هر روز در واقع این بحث آزادی در تمام زمینه ها مورد توجه قرار میگیره. ما هم که خب الان دنیای تکنولوژی هستیم، پس مفهوم آزادی طبیعتاً توی دنیای کامپیوتر و نرم افزار هم خیلی اهمیت پیدا میکنه. حالا جالبه که بدونیم اتفاقاً بحث آزادی نرم افزارها جدید نیستش و از همون سالهای گذشته سازندگان نرم افزار به این فکر افتادن که خب چه خوبه که ایده نرم افزار آزاد رو پیاده سازی بکنن. سازمان‌های ایجاد شدن توی این زمینه و اهدافی رو دنبال می‌کردن که هدفشون این بود که آزادی رو توی تمام زمینه‌هایی که به نرم افزار مربوط میشه، مثل اجرا، توسعه، کپی و سایر موارد که حالا جلوتر بهش بیشتر اشاره می‌کنم، فراهم بکنن آزادی رو. و اون اوایل هم بیشتر خب یه هدف آرمانگرایانه بوده دیگه، شاید زیاد عملی به نظر نمی رسیده که یه سری کارهایی رو، آزادی‌هایی رو بدیم در حوزه نرم افزار، آزادی‌هایی که الان بیشتر راجع بهش صحبت می‌کنم و الان هم شاید خیلیاتون آشنایی دارین که وجود داره. عبارت نرم افزار آزاد ترجمه فری سافت‌ویر از زبان انگلیسی هستش. کلمه فری طبیعتاً برای خود انگلیسی زبان‌ها توی این عبارت مفهومه، ولی ما می‌خوایم به زبان دیگه ترجمهش کنیم شاید به مشکل برخورد بکنیم. مثلا خب واژه فری معنی‌های مختلفی داره، مثل آزاد، رایگان، در دسترس بودن، بدون محدودیت بودن، که خب جالبه که بدونیم اون اوایل شاید فکر می‌کردن بهتره نرم افزار فری سافت‌ویر رو نرم افزار رایگان ترجمه کنن. نمیتونیم بگیم که نرم افزار آزاد لزوما رایگان نیستش، ولی نمیتونیم هم بگیم که فقط صرفاً رایگانه. یعنی که یه نرم افزاری که شما بدون هزینه حالا میتونید دانلود کنید یا از جای دریافت کنید و ازش استفاده کنید. این به خاطر همین به جای واژه رایگان از واژه آزاد استفاده کردن و آزادی هم در تمام زمینه‌هایی که به نرم افزار مربوط میشه، از جمله کپی، توزیع، بررسی، تغییر و بهبودشه و سایر نسخه‌هایی که از نرم افزار مشتق میشه، یعنی حالا نسخه‌های اصلاح شده یا ورژن‌های جدیدش هم در واقع این آزادی‌ها رو میتونه رعایت بکنه، میتونه رعایت نکنه. یعنی میتونه در قبال مثلا دریافت هزینه باشه، میتونه انحصاری باشه، میتونه هم آزاد باشه. آزادی که الان گفتم شاید یه آزادی بدون مرز رو تو ذهن همه در واقع تداعی بکنه. خب این درسته، یعنی میخواستن که کلن در همه زمینه ها یه مربوطه به نرم افزار آزاد باشن، ولی خب باید برای اینکه از یه سری سوء استفاده و سوء برداشت جلوگیری بشه یه چارچوبی تعریف بشه. این چارچوبی که تعریف میشه برای نرم افزارهای آزاد در واقع محدودیت نباید ایجاد بکنه، یعنی با اون مفهوم آزادی نرم افزار باید مطابقت داشته باشه. ولی چارچوبی که هستش چهار مورد هست. اون مورد اول مورد صفرم نامگذاری شده. حالا چرا صفر؟ شاید به خاطر اینکه شماره گذاری کلا توی کامپیوتر و برنامه سازی از صفر شروع میشه. دلیل مهمترش اینه که این مورد اول به ذهنشون نرسیده، یعنی که مد نظرشون نبوده. بعد از اون سه مورد دیگه اضافه کردن، ولی چون از اهمیت بالای برخوردار بوده مورد صفرم نام گرفته. این مورد که خیلی کلی هم هستش، همون حالتیه که میگیم که اجازه کلن کاربر باید اجازه داشته باشه نرم افزار مورد نظر رو برای هر منظور و مقصودی بتونه اجرا بکنه.
و یعنی در واقع برای اجرا کردنش لازم نیست که هزینه‌ای رو بپردازه یا یعنی که حقی رو به اون شرکت یا فردی که انحصار اون نرم افزار رو دارن بپردازه. بعد میتونه اون مطابق نیازهای خودش تغییر بده، اگه جایش مثلا فکر میکنه که به دردش نمیخوره یا اینکه اگر بهتر بود یه طور دیگه ای باشه طبیعتا میتونه اون رو تغییر بده. برای این موضوع باید کدهای منبع در اختیارشون قرار بگیره که اصلا ببینن اصلا چطوری نوشته شده تا بعد بتونن تغییرش بدن و میتونه این تغییراتی که ارائه کرده رو یعنی ایجاد کرده روی نرم افزار رو منتشر کنه. یعنی این ما محدودیتی نداریم که این نرم افزاری که جدید اصلاح میکنیم رو نتونیم به دوست و آشنایی یا در اصلا ابعاد بزرگتر منتشرش کنیم. پس کاربر باید اجازه داشته باشه نسخه های مشتق شده از نرم افزار رو که خودش اصلاح کرده منتشر کنه، ولی باید بر اساس مجوزهایی که برای اون نرم افزار صورت گرفته انجام بشه. این کار مجوزها چی هستند؟ مجوزها همون شرایطی هستند که برای استفاده از نرم افزار گذاشته میشه که در چارچوب تعریف نرم افزار آزاد باشه. یعنی محدودیت نباید ایجاد بکنه ولی شرایط آزادی نرم افزار رو باید رعایت بکنه. تاریخچه‌ای که الان میخوام خیلی سریع بهش اشاره بکنم، دو تا فرد هستن که خیلی مهم هستن تو این زمینه. یکی ریچارد سالمن هست که خب حتما توی این همایش هم اگه آشنا نبودین باهاش آشنا شدین. توی سال 1984 تصمیم گرفتش که یک سیستم عامل رو بنیانگذاری کنه، سیستم عامل گنو یا همون جی ان یو بر اساس سیستم عامل یونیکس. ولی خب طبیعتاً اون ایده آزادی نرم افزار رو که می‌خواست تو ذهنش بود رو می‌خواست پیاده سازی کنه. بنیاد نرم افزارهای آزاد رو هم ایجاد کرد برای اینکه از این ایده حمایت بکنه و اون مجوز یا پروانه یا اجازه نامه که گفتم برای نرم افزارهای آزاد داشته باشن، اولین نسخه‌اش در واقع اجازه نامه همگانی گنو یا جی پی ال هستش که سال 1989 منتشر شد و سایر پروانه‌های دیگه‌ای هم که حالا اینجا هستن. فرد بعدی ریچارد ریموند بود که این فرد یک مقاله رو ارائه کرد. خب اون اوایل خیلی مهم بود مقاله این تعریف مشخص بشه که واقعا آزادی چیه. مقاله های ارائه شد که افراد بتونن بفهمن واقعا ایده نرم افزار آزاد چیه. این مقاله باعث شد یه شرکتی مثل نتسکیپ مرورگر اینترنتی خودش رو به صورت یعنی کدهاش رو به صورت متن‌باز منتشر بکنه. یه سری نرم افزار کاربردی که من دیگه اینا رو ازش میگذرم به خاطر اینکه اکثرا با مرورگر فایرفاکس و سیستم عامل گنو این آشنایی دارین که وقت بیشتر از این گرفته نشه. مؤسساتی که از نرم افزار آزاد حمایت میکنن، بنیاد نرم افزار آزاد توسط ریچارد استالمن پایه‌گذاری شد که اصلا کلا مفهوم آزادی و حمایتش از پروژه سیستم عامل گنو بود. خود سازمانی هستش که سیستم عامل گنو یا جی ان یو رو پایه‌گذاری کردن. جی ان یو مخفف عبارت جی ان یو از نات یونیکس، یعنی سیستم عامل یونیکس نیست ولی بر اساس اونه و مفهوم آزادی رو توش سعی کردن که رعایت بکنن. یه سری سیستم عامل های دیگه مثل گنو لینوکس یا گنو هردم هستن که از سیستم عامل گنو مشتق شدن. بعد به این اشاره میکنیم که چرا اصلا کاربران میخوان از سیستم عامل های آزاد استفاده بکنن، به خاطر اینکه قدرتمندی دارن، قابل اعتمادی دارن و به سادگی قابل تغییر هستن. یعنی افراد میتونن که اون نرم افزارها رو مطابق نیاز خودشون تغییر بدن و در صورت داشتن خطاهای احتمالی و اینا اصلاحش بکنن و منتشرش کنن. اما نرم افزارهای آزاد دسته‌بندی میشن بر اساس نوع مجوزی که دارن. یک مجوز کپی لفت داشتن یا نداشتن هستش. عبارت کپی لفت در واقع تضادی با عبارت کپی رایت میتونیم بگیم که نیستش، ولی از نظر در واقع میخواد که یک تفاوتی رو بیان بکنه. به خاطر همین به جای واژه در مقابل واژه رایت واژه لفت رو قرار دادن. اینم لوگوش هستش که کاملا مشخصه با هم متفاوتن. پروانه هایی که نرم افزار های آزادی که پروانه کپی لفت دارن مشتقاتشون هم باید آزاد منتشر بشه، ولی اونایی که ندارن مشتقاتشون آزاد منتشر نمیشه، بهشون سختگیرانه یا پرمیسیو هم گفته میشه. یه سری ایده نرم افزارهای آزاد پروانه های کتابخانه‌ای دارن که این مشخص میکنه که کتابخانه های متصل به اون نرم افزار به صورت یعنی مجوز کتابخونه ها باید با مجوز خود نرم افزار یکی باشه یا نباشه کتابخونه که باید بهش متصل بشه.
بقیه‌شون هم دامنه عمومی یا پابلیک دامین این نرم افزارا میتونن روی دامنه عمومی منتشر بشن و دارای کپی رایت هم نیستن. نرم افزارهای با پروانه سهگیران هم که بهش اشاره کردم بهشون کپی فری هم گفته میشه چون هیچ قاعده خاصی برای انتشارشون وجود نداره. نرم افزارهای آزاد علی رغم اینکه شاید فکر کنیم که خب الان اول فکر می‌کنیم رایگان، حالا فکر می‌کنیم که اصلا سودمندی نداره، دست به سودمندیش از جهت همون گسترش علم و دانش برای همه افراد بشر در همه جای دنیا است که بتونن کلا از کدهای نرم افزارهای مختلف استفاده کنن، یاد بگیرن، تغییرش بدن، ایده‌های نوعی امکان داره تو همه جای جهان باشه که خب برای پیشرفت تکنولوژی مناسبه و اینکه کلا در گسترش اینترنت و شبکه‌های جهانی وب هم کاربرد داره. تفاوت واژه متباز و آزادم سریع بهش اشاره بکنم که نرم افزار آزاد و متباز با هم دیگه تفاوت میتونیم بگیم دارن، میتونیم بگیم ندارن، در واقع یکی هستن ولی توی یک تفاوت اساسی دارن که اونا رو جدا میکنه. نرم افزار متباز بیشتر تاکید داره که کدهای منبع آزاد در اختیار بقیه قرار بگیرن، ولی خب اهداف دیگه هم داره که شبیه نرم افزار آزاد میشه، ولی خب نرم افزار آزاد آزادی در همه زمینه‌ها رو در بر میگیرن. اینم قوانین نرم افزارهای متن‌باز. اشتباهی که می‌کنیم اینه که پروانه های نرم افزار متن‌باز و آزاد رو نباید از هم جدا در نظر بگیریم به خاطر اینکه شباهت زیادی به هم دارن، اما تفاوتشون به خاطر شکل گیری نرم افزار متن‌باز بوده که می‌خواستن واژه‌ای رو به جای واژه فری بگذارن که شاید اون ابهامات رو رفع بکنه، ولی خب در واقع مثل لیبره یا واژه های دیگه ای که مفهوم آزادی رو تداعی کنه که ولی واژه‌ای نتونستن به خوبی واژه فری پیدا بکنن. تفاوت اساسی که گفتم نرم افزار آزاد و متن باز دارن توی دیدگاهشونه. نرم افزار آزاد یک جنبش اجتماعی امری اخلاقی، همون آزادی برای همه افراد بشر، ولی نرم افزارهای متن باز فقط دیدگاه کاربردی دارن. نتیجه گیری این که کلا نرم افزار آزاد برای اینه که افراد همه مستحق آزادی هستند از جهت گسترش علم و دانش، پس افراد اگه آزاد باشن جامعه آزاد میشه و کلن با یک نرم افزار آزاد میتونیم یک جامعه آزاد از لحاظ نرم افزاری داشته باشیم. مرسی.